بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آوردیم، امی اعوذ بالله را میخواییم یک تفسیر علمی شود. اعوذ پناه میبرم بالله با الله من الشیطان الرجیم، از شر شیطان رانده شده، از شیطان رانده شده. اعوذ پناه خواستن میگم. پناه اصلا از موجود ضعیف به موجود قوی التجا کردن، ای را پناه میگن. اصل پناه از یک موجود ضعیف به موجود قوی التجا کردن یا خود را سپردن، ای را پناه میگن. مثلا ما از شر مرمی به پشت موضع پناه میگیرم، از شر خنک به لباس پناه میگیریم، به گرمی به بخاری، از شر گرمی به پکه پناه میبریم، از شر تشنگی به آب. یعنی هر موجودی که در مقابل خود موجود قوی داشته باشه به او انسان معمولا پناه میبره، ای را تعوذ التجا و پناه میگه. یعنی التجا کردن، خود را سپردن، متکی شدن، اسناد به موجود قوی از موجود ضعیف. شیطان موجود ضعیف است نسبت به الله. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیف است، به او خاطر از شیطان ضعیف به خدای قوی پناه بردن. این پناه بردن باز دو نوع است، یکی پناه بردن عملی است، یکی پناه بردن قولی. پناه بردن قولی را میگه که به زبانت، مثلا ما آقا صاحب سر ما زور میشه، ما صدا میگنم که به طور مثال زبیر، صدا میگنم که زبیر بیا به دادم برس که الان سر ما زور شده. ای آدم معنایی که من به زبان پناه بردم برای عزیز، این را پناه خواستن قولی میگه به زبان. یکی پناه خواستن عملی است که عملا ما بیایم خود را پشتر آقا صاحب قرار بتم و سپر قرار بتم در مقابل عزیز، این پناه خواستن عملی است. ما دو نوع پناه هم داریم، یکی پناه خواستن قولی در مقابل شیطان به الله جل جلاله، یکی پناه خواستن عملی. پناه خواستن قولی ما اینه که به زبان میگیم. در حدیث شریف میگه وقتی که نام الله خوانده می شیطان فرار میکنه، شیطان فرار میکنه تا باورده نمیتونه فرار میکنه. ذکر مرمی هایی است که بالای شیطان پرتاب میشه و یاد الله جل جلاله عملا و قولا به خداوند پناه میبریم از شر شیطان. دوم پناه خواستن عملی است، مثل نماز، روزه، حج، زکات. عملا زکات میدی، عملا حج و روزه، اینا پناه خواستن های عملی است که عملا سر انسان تأثیر میکنن. این معنای اعوذ یا تعوذ است که ما هم به عمل خود بر الله پناه میبریم. الله چی معنا لغتا؟ الله لفظ عربی است. اگه این فارسی ما ترجمه کنیم چی جور می، چی معنا میتا؟ چی معنا؟ معبود نه، معبود خودش عربی است. امیر برای ما پشتو یا فارسی ترجمه کن. الله، این لفظ الله لفظ غیر مشتقی است. عقیده اکثر علمای عقیده ای است، اکثر علمای عقاید و عقیده، که این لفظ غیر مشتقی است. این لفظ مشتقی نیست، لفظ غیر مشتقی است. چی معنایی را اگر ما به فارسی ترجمه کنیم الله چی معنا؟ یگان تا میگه که از الالهون گرفته شده است، راغب اصفهانی هم او را هم نقل کرده، بازادی آخر یک بسیار کلمه خوبه، ترجمه بسیار خوب کرده است. الله چی معنا؟ کی میفهمه؟ کس میفهمه؟ نه، معبود خودش کلمه عربی است، بر حق شام علی الحق. خالق خودش خالق است، ترجمه خالق است. ای مفهوم الله است، ای مفهوم الله است که جمع کننده تمام معنایش. ترجمه فارسیش بگو الله در لغت، کس نگفته که ما بگویم؟ صفت شده.
صفت شده او را محمود میگه، حمدش گفته شده محمود. واحد است، شما ترجمه واحده میکنین. اینه می تو هر کس که هر چیز میگه ترجمه یک اسم از اسماء الله را میکنه، خود دیگه اسم. خود الله راغب اصفهانی بسیار خوب تفسیر کرده دمو. الله به معنای ذات حیرت انگیز، ذات حیران کننده، ابهت، ذات که بهت آور است. امی خدایی خداوند انسان حیران میکنه وقتی که به عظمت خدا انسان متوجه میشه، به جمال خداوند، به جلال خداوند انسان حیران میکنه. حیران اون که ذات، ذاتی که انسان حیران میسازه. الله به معنای ذاتی که انسان در تحیر میندازه، در حیرت میندازه، این را به نام الله میگه. الله به معنای ذاتی که حیران کننده است، حیران میکند خدایی ازی، عظمت ازی، ابهت ازی، قدرت ازی، کبریا و بزرگی و جلال و جمالش و کمالش انسان به بهت و حیرت میانداز. از او خاطر الله لغتش، اگر لغت هم ترجمه کنیم، به معنای ذات حیران کننده، حیران اون که ذات، ذاتی که حیرت آور است، این ترجمه است. اما وقتی که ما بخوایم که الله را تعریف کنیم، همین لفظ جلاله را میگیم که لفظ جلالت مستجمع لجمیع صفاته الکمال. میگه این لفظ جلاله و لفظ معظم است که جمع کننده تمام صفات کمال است، تمام صفات کمال در وجود خود جمع میکنه. این معنای الله را میتا. ولی لغتا نگو را ترجمه کنیم ذات حیرانون که ذات، ذات حیران کننده. الشیطان، شیطان در لغت متمرد میگه، متمرد، سرکش، هر چیزی که از حد خود تیر شوه او را شیطانه. مثلا بحر است از یا دریاب است، از امو جر خود به بالا آمده، میگه شیطانت الماء، آب سر کرد، طغیان کرده است. لما طغى الماء ای شیطانت الماء، آب میگه شیطنت کرده است، از حد خود تیر شده. شیطان به معنای درگذر از حد. شیطان چرا شیطان میگه؟ از حد خود گذر کرد. الله جل جلاله برایش یک حد مقرر کرده بود، گفت بی بی من تو را به آسمان ها بردم، گفتی که زمین فاسد است. خدایا از اول همین نیتش، ای ظالم، نیتش خراب بود. از اول عبادت میکرد به نیت ازی که اگر پروردگار مرا خلیفه و نائب خود مقرر کنه. ایره میفهمید چون عالم بود، ملا بود، علم داشت، میفهمید که الله یک نائب مقرر میکنه. اینی جاعل فی الارض خلیفه را میفهمید که الله یک نائب در روی زمین مقرر میکنه که تنفیذ احکام الله را کنه. گفت همو باید ما باشم. از ما اول عبادت ازی مقصدی و غرضی بود، محض لله نبود، خالص برای الله عبادت نمیکرد. یک مدت سر ازی تیر شد، بالاخره پروردگار التجا کرد که خدای ما خویجه بسیار زمین فاسد است، شیطان این جنیات خیلی فساد شروع کرده و ما بنده پاکت هستم، مرا از این محیط فاسد ببر در یک محیط قدسی، مرا نصیب بساز محیط قدسی که ما در اوج حیات زندگی کنم. الله جل جلاله خود دعا را رد نمیکنه، خصوصا پس از عبادت، ولو که دعای هر کس باشه که برای الله من حیث معبود التجا کنه، الله جل جلاله قبول. گفت بیا یا الله، دعای ازی را گرفت، قبول کرد، بردش را به آسمان ها، ایره برد کت ملکوت، گفته اینه میجه عبادت خدا که آزاد. اوجا دیگه دیگام ایچیش پیدا شد که اینه ولخ حتمن ما اونمو آدم ما هستم، امو کاندیدا تور خلافت ما هستم، برای کاندیدای خلافت ما را تعیین کردن. بمینیت عبادت های ازی عبادت های مقصدی شد، محزن لله نبود. ازی گفت تیر شد، یک مدت گذشت که و مسئله آدم به بار آمد، اوهو یک باری شکست که من با کدام چیز عبادت میکردم، خود دیگه چیز بر آمد، اما مزد عبادت خدا نیافت. چرا؟ این مزد عبادت عزیزی بود که خلافت برش داده شود، این به اینیت عبادت میکرد، اون مزد نیافت. که نیافت، قار شد با آدم علیه السلام، عقده مند شد و سجده نکرد و از حد خود. الله میگه سجده کن، این که الله استدلال میکنه، میگه انا خیر منه، ما بهتر هستم از او، خلقتنی من نار و خلقته من طین، مرا از آتش پیدا کردی او را از گل. چی که پروردگار قیاس میکنه، برای خدا یاد میتا، به اصطلاح پروردگار میگه که یا الله. ایجا بازونمو از حد خود گذر کرد، نامش شیطان من، ورنه نام گذاشتهش در کتابای اسرائیلی به نام عزازیل آمده، در کتابای اسرائیلی به نام عزازیل، معنی محترم شده خداوند. رجیم، رجم اصلا پرتاب شدن میگه، پرتاب
که امی سنگ که مندازه رجم میگه ویره، زنم که سنگسار میکنه مرجومه میگه ویره نه رجم شدم، یا مرد که سنگسار میکنه مرجوم رجم، رجم سنگسار. شیطان همی تو امی سنگ که آدم مندازه ما ادبانه خونه مندازه که بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله آیستا بندازه، خونه همی تو بسیار به اهانت میندازه. شیطان هم پروردگار به اهانت انداخت، گفت قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. برو گم شو، رنگت گم کو، دیگه ای تو محترمانه ای را رخصت نکد مثل آدم علیه السلام، که بر آدم علیه السلام چی بگه؟ قال اهبط، ای آدم هبوط کو، هبوط یک چیز را پایین کردن، امیت آیستا محترمانه پایین شدن، یکی رجیم است. آدم علیه السلام که از جنت بیرون میکنه، الله محترمانه او را اول خود برش بهانه میگیره، مستقیم اگه آدم میکشید دلش خفه میشد که پروردگارا برای آدمی که یک بهانه گرفت که مشروعیت خروج از ایر از جنت ثابت کنه، مشروعیت خروج آدم، یعنی آدم خودش قناعت کرد که باید من از جنت بیرون شوم، چرا از درخت من هی الله گفت نخوی خورد. این یک رجیم، این معنا. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله الرحمن الرحیم، هر دویش صفت های مبالغه است، هر دویش صفات مبالغه است، رحمان و رحیم هر دویش، خود الرحمن مبالغه بیشتر است، هر دویش از رحم گرفته شده است. رحم مهربانی را میگه، وقتی که به مخلوق نسبتش داده شوه رقت قلب مانا میده، نرم دلی، به خالق که نسبتش داده شوه به مانای شفقت و مهربانی، و این رحمان مبالغه بیشتر است نسبت به رحیم. یک فرق. فرق دوم، رحمان صفات مخلوق شدن نمیتانه، خالص صفات خالص الله است، رحیم هم صفات مخلوق شده میتانه هم صفات خالق، مثل که در قرآن عظیم شان آمده بر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم کلمه رحیم الله بکار برده است، حریص علیه ما عنتم و بالمؤمنین رؤوف الرحیم. برای محمد رسول الله کلمه رحیم آمده در حالی که محمد رسول الله مخلوق است. رحیم صفتی است که هم به خالق نسبت داده میشه هم به مخلوق، ولی رحمان صفتی است که خالق منصوب است به مخلوق نمیشد، هیچ کس نمیتونه نام خود محمد رحمان بگذاره بجز از عبدالرحمن، رحمان خالی هم گذاشته نمیتونی. او یک عارف و شاعر پشتو زبان پشاور است به نام عبدالرحمن بابا، او را مردم رحمان میگه و این غلط است، نارواست نام الله را بر مخلوق دادن. اگر تو بگی که در شعرهای خودش خود رحمان گفته است، در شعر حذف مضاف جایز است، حذف مضاف در شعر بسیار جایز، در شعرهای جاهلی هم بوده، شعرهای پس از اسلام هم بوده، در شعرهایی که صحابه هم سروده است حذف مضاف میکردن. او جا اصلا زر رحمان، مثلا زر رحمان زر رحمان که گفته، مقصدش یه است که عبدالرحمن، به خاطر که حذف مضاف کرده است و هرگاه حذف مضاف باشه جایز است، یعنی حذف مضاف در شعر جایز است، بجز از شعر حذف مضاف جایز نیست. مضاف اگر حذف میشه و مضاف الیه باقی میمانه ای جایز است، اما جایی که اعتقادات دینی باشه در اونجا جایز نیست بجز از شعر، مثل رحمان، عبدالرحمن رحمان گفتن، عبدالرؤوف الرؤوف گفتن، این شرعاً جایز نیست. لذا در رحمان بیشتر مبالغه است نسبت به رحیم، نسبت به رحیم در رحمان بیشتر مبالغه است، و الله جل جلاله رحمان را بیشتر به نسبتش به خود، بیشتر نه که کلن به خود نسبت داده و هیچگاه صفت بر مخلوق نداده، خو رحیم را بر مخلوق هم نسبت داده است، بر مخلوق هم نسبت داده می شود که از او خاطر هم رحمان گفته می شود و هم رحیم گفته می شود بر الله رب العزت. بر مخلوق کلمه رحیم جایز است و کلمه رحمان جایز نیست، لذا کلمه رحمان و کلمه رحیم اینی تفاوتش بینش است، و رحمان خیر عامتر است نسبت به رحیم، رحیم خاصتر است. بینش اسلامی مبنا و زیربنای ثقافت اسلامی، لذا شریعت اسلامی همیشه تلاش داره که در مقدمه تمام مفاهیم خود بیان کنه،
از این خاطر است که از نام متون شرعی معلوم است وقتی که یک نام مانده میشه کل معنای دو نام گنجانیده شده است. ما این چند صفحه را که تهیه میکنیم در نام، مثل ابواب الطهارت در شریعت اسلامی یک باب است، ابواب مثلا ابواب الوحی، باب الوحی، کتاب الوحی، یعنی تمام مفاهیمی را که در نصوص شرعی بعدا شما میبینه در مقدمه و در نامش اونمو گپا ذکر میشه. از این خاطر ما در نام و در مقدمه هر آن چیزی که خدمتتان تهیه میکنیم او را در نامش گفتیم که بینش اسلامی مبنا و زیربنا بر ثقافت اسلامی است. هر دو کلمه کلمه جدید است، بینش و ثقافت کلمه جدید است، یعنی کلمه است که در قرن 19 ما ایرا نداشتیم به میان عنوان، در قرن 20 و 21 دمی قرنهایی پیدا شده و بالاخره این کلمه جهانی شده است، فعلا این کلمه جهانی است. در پانتون ها ثقافت اسلامی میخوانند. مجاهدین که نو به کابل آمده بودند در یک مضمون به نام بینش اسلامی در صنفای 9 تا 12 را بود، کسانی که یادش باشه باز که جنگا بین خود کردن و مناطق تقسیم شد، در منطقه که حزب اسلامی بود گفتنی این اندیشه جمعیت است اوجا تدبیر، در منطقه که جمعیت بود گفت اندیشه حزب اسلامی است، منطقه که یک تنظیم بود با دیگر تنظیم ای از هم. ورنه خوب به یادم است که صنف 9 تا 12 را تصویب شد، شروع هم شد به نام بینش اسلامی، در مکاتب یک مضمون اضافه شد. استادا می آمدند از 9 تا 11 به پالوی تفسیر و حدیث و فقه و عقیده و یک مضمون به نام بینش اسلامی برای ایجاد کردند و این بینش اسلامی خواستند که کلا اسلام را به یک شاگرد معرفی کنه که از 9 تا 12 تا 3 سال این بفهمه که اسلام ما چیز در ظرف 4 سال، این درک کنه که اسلام یعنی چه. این بینش اسلام میگه در پانتون ها به نام ثقافت اسلامی وضع کردند. اولین بار مضمون ثقافت استاد سیاف شروع کرد در پانتون طبی کابل بر کل پانزیا، او سن سن نشده بود. اوجا بینش اسلامی در مکاتب و ثقافت اسلامی در پانتون، در پانتون ها ثقافت اسلامی رایج شد، تا امروز الحمدلله نهادی نشده و این مضمون مضمون کور است، مضمون اصلی است که کس اوز کردهش نمیتونه در هر پانزی در مضامین کور ای درس داده میشه، در مضامین اصلی یا مضامین اصالتی یا مضمون رشتهی در پهلوی از این مضمون هم به نام مضمون کور یا مضمون اصلی درس داده میشود. از این خاطر است که سه چانسی از این رخصت میکنه آدم. بینش چی معنا، ثقافت چی معنا؟ بینش خود زیربنا برای ثقافت است. بینش دو لغت است که قبلا هم ما گفتیم، بینش به معنای دید، لید، دیدن، بینایی، یعنی بینایی که از منظر اسلام است، آینه که اسلام برات میشانه، دید کائنات و جهان و آنچه که در او است که قبلا رویش عرض کردم، از منظر اسلام. و ثقافت، ثقافت جای خود تشریح میکنم، خود خلاصیش میگم، جای داره است که ثقافت باز دوجه تشریح کنیم. ثقافت به معنای ثقافت باز کلمه عربی، ثقف به معنای فرهنگ، کلچر، کلتور، مثقف شدن، با تهذیب شدن، مهذب شدن، راست شدن، کارفهمی، استادی و این تو معانی زیاد دارد. جایش میگه اونجا تشریحش میکنم براتون، نوتایش تهیه کردیم. مقدمه، قبل از این که بینش اسلامی یا به عباره دیگر به طور مشخص جهان بینی اسلامی را مورد بحث قرار دهیم، لازم میافتد تا در رابطه با واژه جهان بینی به طور عام توجهتان را جلب نماییم. پیش از اینکه اصل بینش اسلامی را بخوایم یا جهان بینی به طور مشخص، یک دفعه می کلمه واژه جهان بینی یا بینش را ما تشریح کنیم. طوری که همه میدانند جهان بینی از دو کلمه جهان و بینش ترکیب گردیده، به معنی جهان شناسی و شناخت جهان جلوگر می شود. این دو کلمه جهان بینی یا جهان و بینش، این دو کلمه است که ترکیب شده، یکی به معنای جهان و یکی هم به معنای بینش. بینش دید و جهان هم که جهانی که ما در او زندگی می کنیم یا کائناتی که ما جزء از آن هستیم. جهان شناسی، شناخت جهان از دیدگاه اسلام. فلاسفه و مکتبداران بزرگ عالم فلسفه و حکمت این اصطلاح را به معنای شناخت انسان از دنیا، جامعه، انسان، تاریخ مورد ارزیابی و بحث قرار می دهند و بالاخره در جهان بینی اسلامی باست مشخصه ای است که این را به الله نسبت می دهند. الله جزی از ارکان جهان بینی است. فلاسفه چی معنا؟ فلسفه دانها. فلسفه چی معنا؟ قبلا ما گفته بودم فلسفه را.
علم عشق، فیلسوفیا، فیلسوفیا علم عشق، این لغتش است. اما در اصطلاح علم است که از علت و معلول بحث میکنن، علم است که هر پدیده را معلول علت میدانه. این چی فلسفه است و لغتش لاتینی است، فیلسوفیا لاتینی است. اما در اصطلاح علم است که از پدیده ها به طور علت و معلول یا بر مبنای علت و معلول بحث میکنه، هر پدیده را معلول یک علت میدانن و بیشتر متکی به عقلانیت است. فلاسفه و مکتبداران، مکتب چی مانا؟ جای کتابت، آفرین، یک ماناش دیگه، مانای لغویش. در اصطلاح علمای علوم سیاسی و علمای عقیدام تعریف میکنه، علمای عقیده نه به عنوان علمای عقاید گذشته و سلف، همی علمایی که امروز در رشته عقاید و ایدئولوژی کار میکنن. مکتب چنین تعریف میکنن، خوب دقیق شوین، مکتب مجموعه هماهنگ متناسب عقاید مذهبی، نظریات فلسفی، آرا و افکار رجال بزرگ و نخبه بشری است که در یک ارتباط علت و معلول با هم یک جا شده، یک پیکره واحد معنادار و جهتدار را می سازد که تمام اجزا و اندام گوناگونش از یک خون تجزیه و با یک روح زندگی می نماید. مثل مکتب اسلام، مکتب مارکسیزم، مکتب کپیتالیزم، مکتب هندویزم، مکتب بودایی و و و با مثل از این. یعنی مکتب مجموعه هماهنگ متناسب عقاید مذهبی، بینش‌های فلسفی یا نظریات فلسفی، آرا و افکار رجال بزرگ و نخبه بشری است. مکتب مجموعه از سه چیز است: یا عقاید مکتب می‌سازه، یا فلسفه مکتب می‌سازه، و یا آرا و افکار رجال بزرگ و نخبه بشری. نخبه مثل یعنی زبیر واری آدم دیگه، نخبه کسی که یکتاز باشه در بین بشر. مکتب مجموعه هماهنگ متناسب عقاید مذهبی، بینش های فلسفی، آرا و افکار رجال بزرگ و نخبه بشری است که در یک ارتباط علت و معلول با هم یک جا شده، یک پیکره واحد معنادار و جهتدار را می سازد، تمام اندام های گوناگونش از یک خون تغذیه و با یک روح زندگی می نماید. این تعریف مکتب است که معمولا علما می کنند که مکتب عبارت از مجموعه به سه چیز، از سه چیز ساخته میشه. یا عقاید مذهبی مثل ما، تمام مسلمان ها در یک مکتب شامل هستیم، تمام بودایی ها در یک مکتب شامل هستند، تمام شمنی ها در یک مکتب شامل هستند، تمام سیکه ها در یک مکتب، تمام هنود در یک مکتب، مجموعه هماهنگ متناسب بینش های فلسفی، عقاید مذهبی. بینش های فلسفی مثلا مکتب دیکارت، مکتب کانت، لاپلاس، مکتب مارکسیزم، اگرچه مکتب مارکسیزم از آرا و افکار رجال بزرگشان است، به طور مثال مکتب مولانا، مکتب بیدل، اگرچه اونا افکار و آرا هستن، اما مکتب فلسفی مثل مکتب دیکارت، مثل مکتب فلسفی ماکیاولی، ماکیاولیستی یا ماکیاولی یک مکتب است. میگه به خاطر رسیدن هدف خود هر چیز در کار پرتو، به شمول ناموس و مال و عزت و همه تا بفروش خدا به مقصد برسان. ماکیاولی یکی از فیلسوفاست ولی خیلی فلسفه پوچ داره. کارل مارکس فیلسوف بود و یک آدم متفکر بود، منتها با خدا جنگید. انگلس، استالین، اگر استالین آدم نظامی بود بیشتر اونقدر فیلسوف نبود، ولی کارل مارکس و انگلس اینا فیلسوفا بودن، نظریات داشتن. ماو مثلا، ماو، ماوی چینایی صاحب نظریه بود. این میتونه در گذشته ها مثلا براهم، بابنانک، این همی ها نظریات داشتن. یا مکتب افلاطون، مکتب بطلموس، مکتب سقراط، مکتب مثلا ارسطو، مکتب افلاطون، این هم مکاتب فلسفی هستن که و همچنان آرا و افکار رجال بزرگ و نخبه بشری مثل مکتب سید جمال الدین، مکتب مولانا، مکتب فلانی و مکتب فلانی. فلانی میگه در مکتب مولانا چنین است، در مکتب بیدل چنین است. اینا افکار اینا می شکل در به طور مثال در مکتب خنداور شکسپیر، شکسپیر بیشتر به مسائل مضحکه و ناول و خنده و درامه ها و نمایشنامه ها پرداخته است همیش. او صاحب یک مکتب است فعلا. اینا می تو مکتب ریالیزم مثلا، مکتب هایی که فعلا از بنام مکتب های فیمینیزم یا زنگرایی یا حاکمیت زن در جامعه، اینا چیزا یکی پی دیگر همه ایشان
مکتب هستند. پس مکتبداران صاحب مکتب، مکتبداران بزرگ عالم فلسفه و حکمت، امی اصطلاح جهانبینی را به معنای شناخت انسان از چهار پدیده: دنیا، جامعه انسانی، خود انسان، تاریخ انسانی مورد ارزیابی قرار می دهند. این چهار چیز در داخل جهانبینی چهار چیز مطالعه میشه. این چهار چیزی که در جهانبینی است، در عموم جهانبینی، البته در هر جهانبینی علمی، فلسفی و مذهبی، بجز از اسلام که اسلام باز رکن پنجم هم آورده به نام الله، رکن اصلیشان که رابطه زنجیری و ارگانیکشان با خالق. مکتبداران بزرگ عالم فلسفه و حکمت اصطلاح جهانبینی را به ارکان که شناخت انسان، شناخت دنیا، شناخت جامعه انسانی، شناخت تاریخ انسانی و بالاخره رابطه ازی با خالق، این را در جهانبینی ها بحث می شود. پس از اینجا چنین مستفاد شده می تواند که موضوع هر جهانبینی، خواهی نخواهی، انسان، جامعه انسانی، طبیعتی که انسان دو زیست می کنه، تاریخ انسانی، خالق هستی محسوب می گردد. این دیگاهش واضح است. انسان چرا شناخته شد و ایران شما میفهمین؟ جامعه انسانی چرا شناخته شد و تا رای خیر و شر، تا رای خوب و بد؟ خب طبیعت هم باید بشناسیم که مخلوق الله است. امی تاریخ چرا بشناسیم؟ ما را به تاریخ چی یاری؟ تاریخ چی تأثیر داره در جهان بینی؟ شما تاریخ برای من میگه در جهان بینی چرا ما تاریخ بخوانیم؟ یک چیز دیگه است، یک نقطه دیگه است. شما که چیزی گفتی واقعا تعریف تاریخ اینمی است، تاریخ چرا بخوانیم؟ به اینی خاطر تاریخ. ولی در جهان بینی چرا تاریخ رکن از جهان بینی شده؟ تاریخ یک مضمون تجوید، چرا رکنش نشده؟ تفسیر چرا رکنش نشده؟ حدیث نشده که آمده تاریخ، تاریخ یک علم مشخص است. چیزی که شما گفتی واقعا تاریخ اینمی، تاریخ به خاطر از اینمی ما میخوانیم که ما از وقایع گذشته غلطیایی که اونا کردن ما نکنیم، خوبیایی که اونا مرتکب شده ما اون را دوام بدیم. ما به این خاطر تاریخ هنه پشت مردا گپ زدن، تمام روز پشت مردا غیبت کردن مردا. ولی ما چرا در جهان بینی تاریخ میخوانیم؟ یا سلام، آفرین، زنده باد. اگزکتلی یک تکبیر برش بگوین. الله اکبر، الله اکبر. دوستا شما میفهمی یک نظر به نام نظر داروین است. انگلیسا داروین میگه بهش. داروین یک نظریه داره به نام نظریه تکامل و این جزی از جهان بینی مارکسیستی یا جزی از جهان بینی کمونیستی و الحادی قرار گرفت. جهان بینی دور تکوین کارل مارکس، انگلس، استالین، ماو، لینین، جان اف کندی بنیانگذار امریکا، روزولت، یکی پای دیگر، یکی پای دیگر، یکی پای دیگر از تمام قدرتمندای غیر اسلامی اکثرا بر مبنای جهانبینی داروین استوار بود. و داروین آدمی بود که از تاریخ انکار میکرد. داروین کسی بود که تاریخ خود ساخته و جعلی ساخته بود. به او خاطر ما تاریخ حقیقی را در جهانبینی میخوانیم تا که چالاکی ها و فریبکاری ها و دروغ هایی که داروین سرود است او دروغ ها رد شوه، طی مراحل تکوین خلقت معلوم شوه. داروین به این نظر است که خلقت انسان خلقت متکامل است، از مراحل مختلف تکامل یافته است. داروین میگه، انسان میگه ابتدا یک ویروسی بود به نام بکتریا یا باکتری. ای باکتری یا بکتریا، ای میگه ساختمان اصلی خلقت انسان است. داروین میگه ای بکتریا در روی زمین پراگنده بود و تید بود. ای بکتریا با مرور زمان هزاران سال بالای ازی گذشت، ای تکامل کرد، ای بکتریا به شامپازه تبدیل شد. شامپازه یک نوع میمون هاست، یک نوع شادی است. ای شامپازه میگه باز با مرور زمان باز تکامل کرد، تکامل کرد، بالاخره ای که تکامل کرد، ای امو خصلتاش برش مانده بود و به یک انسان پشمینه تبدیل شد. انسان کمون اولیه، به نام انسان کمون اولیه یاد میشه. کمونیستی از این خاطر برش میگه زندگی که برمیگرده به کمون اولیه یا خلقت و ساختار اولیه. کمون اصلا مرحله خلقت میگه. اصل کمون کلمه لاتینی است، هم روسا به مینام استعمالش میکن هم انگلیسا. خب معنای اصلی از این به معنای ساختمان اصلی یا دوره اصلی، یکی از دوره های خلقت.
بر انسان کمون اولیه یا انسان پشمینه تبدیل شد. باز یک چیز بسیار احمقانه که در درخت خیز میزد بالاخره دمش قطع شد و آخه دم گفت چرا نداره؟ گفت دمش خو قطع شد اینطوری. بعضی انسان میگه به انسان عاری، انسان عاری با مرور انسان ببخش انسان پشمینه، انسان پشمینه با مرور هزاران سال تکامل کرد از پیش از این انسان عاری جور شد. این مو شما رو انسان عاری میگه. عاری کسی که موی نداشته باشه بدنش، کل بدنش موی نداره، نه جای مخصوص ما موی داره، ما جای مخصوص بدن ما موی داره، کل بدن ما موی نداره، میگه انسان عاری شد. اول میگه شادی وره کل بدنش مو داشت. این نظر داروین است و این نظر با تاریخ انسانی در تکر است، با علوم هم در تکر است، با تاریخ انسانی هم در تکر است. علوم خوب برو اواخر قرن 20 علوم تجربی و علوم طبیعی ثابت ساخت که نظر داروین غلط است، اما پیش از این تاریخ این گپ غلط شمرده بود. از او خاطر جهان بینان مسلمان که هنوز وقت در اختیار خود تجربه را نداشتن، در اختیار خود لابراتوارها نداشتن، تاریخی استدلال میکردن، گفتن بابا تو به تاریخ بشریت رشخند میزنی، تو تاریخ بشریت رد میکنی، تو بشر دو زده رو ایستی، تمام بشر تو دشنام میتی، تاریخ خلقت بشر از آدم علیه السلام شروع میشه. آدم هم یک آدم بود که از زمین، اتم زمین ساخته شد از اینمی عناصر زمین، ولی از آسمان ها به زمین پایین شده است. اینجا تاریخ ما به خاطر میخوانیم تا نظریات فاسد الحادی یا نظریات ضد دینی، اون نظریات که نظریات تکامل مراحل خلقت است، این رد شد. مراحل خلقت انسان واضح است، قرآن عظیم شان را خیلی واضح گفته آدم چه قسمی خلق شد، اولادی آدم که ما و شما هستیم چه قسمی خلق میشیم. این چیزی است که با چشمای سر روزانه میبینیم و علوم هم برای ما ثابت ساخته، با یک کس نمیتونه جنگ کنه، ولی از تاریخ انسانی انکار میکنن. و از او خاطر ما تاریخ به خاطر میخوانیم. شما فکر نکنید کمونیست ها از بین رفتن خلاص شدن. راستی هم نظام کمونیستی در کل دنیا به عنوان یک ایده و اندیشه از بین رفته، بجز دو سه کشورهای مثل کره شمالی، کیوبا و بعضی کشورهای دیگه، اما نظر مادی یا نظر مادیگرایی در کل دنیاست، نظر مادیگرایی در کل دنیا موجود است. از او خاطر ما میخواهیم که نظر مادیون درک کنیم، نظر کسانی که بر مبنای ماده استوار هستند نظر از یار بفهمیم. ما تاریخ انسانی را میخوانیم، این پنج اجزا و بالاخره رابطه از یار با خالق هستی. در نظریات مادی از خالق هستی انکار میکنن، خدای وجود نداره میگن، طبیعت است. نظریه بیگ بینگ، ما چند چیز خدمتتون باز عرض میکنم، نظر بیگ بینگ او را تشریح میکنم، نظر همین فرمول تکامل داروین که دی ان ای انسان 46 است، دی ان ای شادی 44. در دنیا یک آدم عاقل تو نیافی که 44 مساوی با 46 بدانه، هیچ کس 44 مساوی با 44 است، 46 مساوی با 46 است، هیچ انسان عاقل در دنیا پیدا نشه که 46 مساوی با 44 بدانه. اینو براتون تشریح میکنم ان شاء الله درس آینده، باز یادم بتین که دفعتن سر چی شروع نکنین. موضوع مراحل خلقتی که اسلام به او حکم میگه، اسلام کدام مراحل میگه، قرآن عظیم شان به کدام مراحل حکایت کرده، ساختمان خود انسان از چیز خی، ای که ویروس بکتریا یا باکتری نبوده که تکامل کنه، پس انسان ساختمانش چیز، از این خاطر رابطهش با خالق هستی چی گونه است. سید جمال الدین افغان زمانی که در فرانسه رفت، او جمعی الحادیون فرانسه یا مادیون فرانسه از این سوال کردن، برایش گفتن که سید تو بر فلسفه اسلامی با این دانش تو معتقد هستی؟ گفت بله، اما با فلسفه. سید راستی انسان خیلی نخبه بود، عجیبی است که در 24 ساعت فرانسوی را یاد گرفت، پس سبایش بیانیه داد. 24 ساعت اید فرانسه مهلت گرفت که من میخوام به زبان فرانسوی بتم، در 24 ساعت فرانسوی را یاد گرفت، پس خیلی انسان صاحب نبوغ بود. گفت سید تو با این علمی که داری، با این دانش که داری، هنوز هم با فلسفه اسلامی معتقد هستی؟ گفت آه. گفت فلسفه اسلامی خب میگه که تقدیر است و خلقت است و یه است؟ گفت آه بله است. گفت نه، های نظر بیگ بینگ چی میکنی؟ گفت بالکل نظر بیگ بینگ بود، خب این زاده تصادف است. گفت آه بسیار خوب. گفت تصادف تنظیم بار میاره یا تخریب؟ خیلی سوال معقولانه کرد. گفت تنظیم بار میاره. نه، گفت تخریب بار میاره. جک گرفتی تو بلند کرد به زمین، علاقت جک پارچه پارچه شد، جک شیشه ای پارچه پارچه شد، توته توته شد رفت. گفت ای تصادف بود، از دست افتید مثلا. ای گفت این تصادف اند زمین افتید.
ایجاد که تصادف از زمین ای چی میگن ای عالی عالی منظم ای چاش گلکای منظم ساختش یا گدوا دفتید گفت نه تصادف گدوات گفت خیلی خوب گفت این نظمی که در این کائنات این نظم است یا این گدوادی است گفت نه اینجا نظم است گفت چی وقت همین نظم در کجا میز مدور گرفتن میز گرد جور کردن باز مرغ گفتن که تو تخم بته بزا گفتن تو چوچه بته ماهی را گفتن تو تخم بته مثلا گوسفند گفتن تو چوچه بته آسمان را گفت تو از بالا بباران درخت را گفت تو از زیر سبز کو ریشه را گفت تو او از بالا جذب نکو بلکه از زیر جذب کو برگ بالا را گفت که تو هم قاعده را برگ پایین یکسان او بگی همین نظم از کجا بار آمد حق ماندن برای جواب گفتن نتانستن گفتی همین میز مدور را در کجا تاسیس کردن چرا مرغ گفت چوچه نمیزایه پس تخم بته و مرغ چوچه بزایه چرا این نظم از کجا شد گفت به یک لحظه همی فرمول ثابت نیوتن برش گفت اسحاق نیوتن که اتم به دور مدار خود ثابت میچرخه اگر یک الکترون از مدار خود خارج شوه یک اتم که از مدار خارج میشه الکترونش خارج میشه 30 هست پاور قوت تخریبی تولید میکنه خب گفتم همی چرا همی آفتاب از مدار یک روز خارج نشده همی زمین چرا از مدار خارج نشده منظم به میلیون ها سال است که این به دور مدار خود اگر یک لحظه ای از مدار خود پس و پیش شوه تکر میکنه کائنات بر هم پاشیده میشه للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ایو آتا برش تفسیر کرد که اینا مدار است اگر یک لحظه سبقت کنه کائنات بر هم میزنه این موضوعاتی است که ان شاء الله در درس آینده خدمت برادران خواهیم گفت وصلی الله تعالی وسلم علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه